یک نماینده پیشین مجلس میگوید نرخ واقعی تورم نزدیک به 70% است. غلامعلی جعفرزاده منابادی در حساب توییتری خود نوشته دولت ابراهیم رئیسی پایه سال مالی را از 1395 به 1400 منتقل کرده که نرخ تورم 50% بشود، در حالی که به گفته منابادی نرخ واقعی تورم نزدیک به 70% است. موضوع بررسی می‌کنیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم. خوش آمدید آقای علوی. چه اتفاقی افتاده دقیقاً؟ بحث سر آمار و تقلبی که در آمار میشه خب تو دولت آقای رئیسی زیاد مطرح شده، ولی این بار در ارتباط با تورم که خب چنانچه قبلا هم نرخ تورم رو گفتن، فکر کنم 47% اعلام کرده بودن، بسیاری از کارشناسان بر این باور بودن که حالا حداقل 60% هستش. نظر شما رو بشنویم. البته چیزی که فریب آماری خوانده میشه در عرصه اقتصاد سنجی، یعنی آماری که متمرکز است بر اقتصاد، چیز جدیدی نیست، نه از نظر بین المللی چیز جدیدی است، نه در چارچوب این حاکمیت. بیاد بیاریم که رئیس اسبق مرکز آمار ایران عادل آذر گفته بود که ما آمار رو به طور مستقیم منتشر نمی کنیم، بلکه ابتداعا با صلاح دید مقامات مالا اون رو اگر تصویب کردن منتشر می کنیم و آمار ایران همواره دارای مشکل بوده است. حالا چرا حاکمیت در این شرایط به هر حال دست میزنه به این کاری که به هر حال به سرعت روشن میشه که تقلب یا فریب آماری انجام شده؟ طبیعی است که به هر حال این دولت، دولت برگماشته علی خامنه‌ای، دستاورد مثبتی نداشته، بخصوص در اصلی ترین متغیری که مردم اون رو احساس میکنن، یعنی مسئله تورم. بنابراین خب این فریب آماری ساده ترین یا در دسترس ترین راه حل بوده برای این قضیه. منتها بیاد بیاریم که فریب آماری دارای پیامدهای بسیار منفی خواهد بود. اول اینکه اعتبار حاکمیت رو زیر سوال میبره و بقیه آمارهاش حتی اگه درست باشه اون هم مقبولیت پیدا نخواهد کرد و این یک ضایعه بزرگیش. و از افزون بریم باید توجه داشت که این به اصطلاح فریب آماری موجب میشه که بازیگران عرصه اقتصادی مثل سرمایه گذاران، مصرف کنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان، همه اینها، وارد کنندگان، صادر کنندگان، اینها دچار این بشن که نتونن برنامه ریزی بکنن. بنابراین هزینه های زیادی رو تحمیل میکنه به اقتصاد ایران. منتها این در عرصه داخلی، در عرصه بین المللی هم نبود آمار باعث میشه که به هر حال سرمایه گذاران، تجار، کسانی که علاقه دارن به همکاری با اقتصاد ایران، اونها هم دچار تردید میشن. بنابراین هزینه های بسیار زیاد و گزافی خواهد داشت در عرصه داخلی و بین المللی. سرمایه اجتماعی حاکمیت رو بیشتر از بین میبره و البته این برای پنهان کردن مشکلاتی است که این حاکمیت ایجاد کرده و در رأس اون دولتی که برگماشته خود شخص علی خامنه‌ای. آخه آقای علوی، با چهار تا آمار که نمیتونن عمل کردشون رو پنهان بکنن، از کی دارن پنهان میکنن؟ خودشون که میدونن دارن چه میکنن، مردم هم که تمام این هزینه ها رو دارن متحمل میشن و فعالین اقتصادی هم که با خون و جون و پوستشون دارن درک میکنن این وضعیت اقتصاد و واقعا مخاطبشون که کی رو دارن گول میزنن؟ بیشتر مخاطب اینها همون به هر حال گروهایی است که تا الان هم به هر حال کم یا زیاد از این حاکمیت دفاع میکنن. منتها باید توجه داشته باشیم که اساسا پدیده آمار یک پدیده مدرن نیست، وابسته است به این تحولات تاریخی و اقتصادی و در چارچوب به اصطلاح نظام دولت و ملت برای کنترل دولت، برای نظارت، پاسخگو کردنش و شفافیت معنا میده. در چارچوب استبداد ولایی که همه کشور ملک تلق علی خامنه ای است، طبیعتا این به هر حال آمار و به هر حال هر نوع وسیله‌ای که باعث پاسخگو کردن حاکمیت باشه یا شفاف کردن باشه جایی نداره و مسئله رو باید در چارچوب اقتصاد سیاسی و البته این رابطه استبداد ولایی دید که در مورد هیچ چیزی پاسخگو نیست از جمله آمار. آمار ابزاری است برای پاسخگو کردن و شفافیت و البته به قول شما نمیشه پنهان کرد. منتها حاکمیت یک اصراری دارد که به هر حال در عرصه رسمی هنوز که هنوز هست این با این دروغ‌ها، با این به اصطلاح اطلاعات که کذب هستن، به نوعی عقب نشینی نکنه. ولی خب
در پیامدهای سیاست‌های حاکمیت البته به طور روزمره در چارچوب خیابان بازار قابل لمسه. بنابراین ریشه های این که مردم چرا اطلاعاتی که حاکمیت عرضه میکنه از جمله آمار رو باور نمیکنن، همین تضاد میان اون چیزیست که ملموس است به طور جمعی به طور روزمره و اطلاعاتی که از رسانه های حکومتی و ولایی منتشر میشه. سپاسگزارم از شما. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه ما.